درود بر شما. امروز چهارشنبه دوم سپتامبر برابر با 12 شهریور ماه برای سایت اختر نیوز از پارلمان اروپا در خدمتتون هستم با چند خبر کوتاه. اعضای کمیسیون مشترک برجام در جلسه‌ای که دیروز شنبه در شهر وین برگزار کردند بر حفظ و اجرای کامل برجام تاکید کردند. این جلسه نخستین دوره مذاکرات کشورهای عضو این توافق پس از تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی پارلمان اروپا که ریاست این جلسه را به عهده داشت، پس از پایان جلسه در توییتی نوشت: با وجود چالش‌های فعلی، اعضای باقی‌مانده در برجام بر حفظ توافق هسته‌ای و یافتن راهی برای اجرای کامل آن همگی با هم متحد هستند. رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ایران گفته است در پیشنویس سند همکاری 25 ساله ایران و چین، بحث اینترنت ملی تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. محمد صالح جوکار که پیش از حضور در مجلس به عنوان معاون پارلمانی سپاه پاسداران فعالیت داشته، در گفتگو با وبسایت انتخاب از همکاری کشورهایی چون چین و روسیه در این زمینه استقبال کرده است. حکومت تهران سالهاست که به دلایل امنیتی و تحت عنوان شبکه ملی در صدد این بوده که طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی باشه. شارلی هبدو، هفته نامه طنز فرانسوی که سال 2015 به خاطر چاپ کاریکاتور محمد مورد حمله وحشیانه اسلامگرایان قرار گرفته بود، دوباره کاریکاتورش را با تیتری که تاریخ را نمیتوان بازنویسی کرد چاپ کرد. محاکمه عاملان حمله به این دفتر از امروز آغاز می شود در دادگاه‌های فرانسه. در این حادثه شوم باید بگم در مجموع 17 نفر از جمله 12 نفر عضو تحریریه این مجله کشته شدند. و خبر آخر در این بخش خبری، سرگرد ایرج حکیم یکی از افسران خلف ارتش شاهنشاهی ایران دو روز پیش در بلژیک بر اثر بیماری چشم از جهان فرو بست. از طرف خودم، از طرف سایت اختر نیوز به خانواده حکیم عرض ادب و احترام دارم. از اینکه در این بخش خبری با من همراه بودید از شما سپاسگزارم و تا فردا مواظب و مراقب خودتون باشید.